خیلی از دوستان برای ما تصاویری میفرستن و میپرسن که آیا این گیاهشون رو میتونن تبدیل کنن به بونسای یا نه، و یا اینکه میپرسن اصلا چجوری باید یه گیاهی رو تهیه کنم و تبدیلش کنم به بونسای و چه خصوصیاتی باید داشته باشه. توی این ویدیو میخوایم 0 تا 100 این موضوع رو خدمتتون بگیم که چجوری برید خودتون یه گیاهی رو تهیه کنید مناسب برای درست کردن بونسای باشه. پس این ویدیو رو تا انتها تماشا کنید. ممنون از همراهیتون. لطفاً دکمه سابسکرایب زیر ویدیو رو کلیک بکنید و تیک زنگ رو هم بزنید که ویدیوهای جدیدمون خدمتتون اطلاع رسانی بشه و از آموزش‌ها جا نمونید. و لطفاً این ویدیو رو برای دوستانتون هم ارسال بکنید. متشکرم. سلام، حالا احوالتون چطوره؟ خوب هستیم؟ خیلی وقتا دوستان از ما سوال میپرسن که چه جوری باید یه گیاهی تهیه کنیم که بتونیم ازش بونسای درست بکنیم، یا اینکه عکس برای ما میفرستن که گیاهشون این هستش یا شکل و شمایلی داره و اینکه اصلا این گیاه به درد بونسای میخوره یا نه. و نکته خیلی مهم اینه که خیلی از گیاهانی که مناسب بونسای شدن نیستن رو دوستان فکر میکنن میشه تبدیلش کرد به بونسای. خب توی این ویدیو قراره به این موضوع اشاره کنیم که گیاه باید چه خصوصیتی داشته باشه. اول از همه این که گیاه شما باید تنه چوبی داشته باشه. مثل این گیاهی که اینجا دارید میبینید یک تنه چوبی داره و شاخ و برگ چوبی داره، یا حتی این گیاهی که اینجا میتونید ببینید این گیاه هم شاخ و برگ و تنه چوبی داره و یه تعداد گیاه دیگه هم اینجا بیارم الان براتون ببینیم. خب یه سری گیاهای دیگه هم اینجا داریم میبینیم. کنار باشه فعلا. این گیاه یک فیکوس رتوزا کوچیک هستش و اینکه تنه چوبی داره پاس. پس آیتم اول رو داره و مناسب هست. و جدای از اون حالا بیام یه گیاه دیگه، جید که میبینید جزو بونسای ها استفاده میشه. این گیاه تنه نیمه خشبی داره و تنه کاملا چوبی نداره، ولی به دلیل شکل و شمایل کلی که داره باز برای بونسای استفاده میشه، یا به اصطلاح بهش میگیم شبه بونسای. پس آیتم اول ما این شد که گیاه ما تنه چوبی داشته باشه. بعد از اون گیاه ما باید ریشه های جالبی داشته باشه و تنش هم جالب باشه. مثلا توی این گیاه ها میتونید ببینید که ریشه هاش از خاک بیرون اومده و میتونید ریشه سطحی ازش بگیریم، یا حالا این گیاه، یا این گیاه فیکوس رتوزا و یا گیاه های دیگه که ریشه و تنه جالبی دارن برای کار کردن. آیتم بعدی اینه که برگ هاشون یا کوچیک بشه یا کوچیک باشه یا بتونیم کوچیکش بکنیم، و یا اینکه سوزنی برگ باشه. خب سوزنی برگ ها زیاد دیدید برای بونسای، کاج ها هستن، سرف ها هستن که برای بونسای استفاده میشن، و یا برگ هاشون کوچیک باشه مثل نارون ها، مثل همین جید که گفتیم برای بونسای مناسب هسته، چون برگ های خیلی کوچیک و خوبی داره، مثل فیکوس رتوزا که حالا برگاش کوچیک هست ولی باز میشه کوچیکتر هم کرد. اگر گیاه شما برگاش بزرگ هستش و نمیشه اون رو کوچیک کرد، پس مناسب به بونسای شدن نیست. این فیکوس رتوزا رو گفتیم توضیحاتش، با مراحل برگزدایی میتونیم برگاش رو کوچیکتر هم بکنیم. آیتم دیگه‌ای که مهم هستش اینه که شاخه‌های فرعی مناسبی داشته باشه، یا استپ‌هایی که ما میگیم. مثلا این میشه استپ 1 گیاه ما، این میشه استپ 2 گیاه ما، این استپ 3 گیاه ما، و گیاه ما شاخه پشت و شاخه جلو داشته باشه، حجم داشته باشه، بتونیم فرم بهش بدیم. یک گیاهی نباشه که یک ابعاد بلندی رو طی کرده باشه و بالا رفته باشه، نشه خیلی فرم بهش داد. یا حتی این گیاه استپ ها رو داره، استپ 1 و 2 و 3 رو داره و شاخه های پشت و شاخه های جلو رو داره، و حتی رأس گیاه که البته این گیاه هنوز در حال کار هستش و به فرم نرسیده، و حتی این گیاه میبینید باز هم استپ ها رو داره، شاخهای جلو و پشت سرش رو داره و برای گیاه، برای بونسای کردن قطعا مناسبه. یه اتفاق دیگه ما داریم توی بونسای، میگیم که یک اسکل یا یک ابعاد 1:3 داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی این گیاه هم از سطح خاکش تا اولین شاخه گیاه باید 1/3 ارتفاع کلی گیاه باشه و 2/3 میشه از اولین شاخه تا رأس گیاه که میشه 2/3. پس اگه گیاه رو تقسیم بر 3 بکنیم، 1/3 از سطح خاک تا اولین شاخه گیاه و 2/3 میشه از اون شاخه یا اولین شاخه گیاه تا رأس گیاه یا آپکس گیاه که میشه 2/3. اینها باید توی فرمندی گیاه رعایت بشه. موضوع دیگه که برای بونسای شدن مهم هستش که میانگره های کوچیک یا
کوتاهی داشته باشه، میانگیرهاش نباید خیلی بلند باشه، یا فاصله بین برگ ها نباید خیلی زیاد باشه. اگه فاصله بین برگ ها زیاد بشه، شاخه بلند میشه، رشد علفی پیدا میکنه، و یا اینکه گیاه ما سایز برگ‌هاش بزرگ میشه، از اون فرم خارج میشه. ما باید یک نمایی از طبیعت رو درست کنیم، یک گیاه طبیعی که توی کوه، جنگل، پارک، هر جای دیگه که میبینیم، باید اون گیاه رو عیناً شبیه خودش درست بکنیم. پس اگه این اتفاقات رو نداره، اگه فاصله بین برگ‌ها خیلی زیاد هستش و برگ‌ها سایزش بزرگه، قطعاً برای بونسای شدن هم مناسب نمیتونه باشه. یکی دیگه از مهمترین نکاتی که باید گیاه ما داشته باشه اینه که هرس پذیر باشه و بتونیم اون رو هرس بکنیم. بعضی از گیاهان که زمانی که هرسشون میکنید از اون بخشش دیگه رشد نمیکنه و نمیتونه متراکم بشه، و این هرس اونجا برای ما کاربرد داره که ما میخوایم گیاه اون بخشهایی که ما نیاز داریم شاخه بده. قرار نیستش که خودش به صورت پراکنده شاخه زایی کنه، باید ما بهش بگیم که از کجا شاخه بده، چجوری رشد بکن. پس باید هرس پذیر باشه و بتونیم بهش بگیم چجوری رشد بکن. یکی از آیتم هایی که جید رو مناسب بونسای کرده اینه که خیلی هرس پذیر، از هر جایی هرس میکنیم، از برگ پایینیش شروع میکنه به جوونه زدن و پر شدن. مثل اینجا که میبینید هرس شده، از برگ های پایینی شروع میکنه به پر شدن. حالا باید این کوتاه بشه و اون شکل و شمایی رو در بیاره. ممکنه اینجا بگید خب این گیاه اون ابعاد یک سوم دو سوم رو نداره، یه مقداری فرق میکنه، ولی خب این جزء فرم های انتزاعی و فرم های مختلف، و البته این گیاه هنوز فرم دهیش مونده، کارش انجام نشده. هر فرمی که توی طبیعت وجود داشته باشه میتونید ازش طراحی کنید برای بونسای و استفاده کنید ازش. پس اولین و مهمترین نکته این هستش که شکل اون درختچه شما تو طبیعت وجود داشته باشه. یه گیاه بافت یا مثلا میگم یوکایی که سرزنی میکنن، یا خیلی گیاهان دیگه که به عنوان بونسای اون رو ارائه میکنن، قطعا بونسای نیست، چون تو طبیعت وجود نداره، چون تنش چوبی نیست، چون برگاش کوچیک نیست، چون هرس پذیر ممکنه نباشه، چون ریشه های خوبی نداره. و نکته مهم همین جام هستش که ریشه هاشون هم باید هرس پذیر باشن. یکی از آیتم های بونسای اینه که ما بتونیم ریشه هاشون رو هرس بکنیم، ریشه های سطحی. حالا همون ویدیوهایی که گذاشتیم، ویدیو نباری و نآگاری، بتونیم ریشه های سطحی افقی و عمودی ازش بگیریم و خلاصه از کار کردن باش لذت ببریم. ممنون بابت همراهیتون. لطفاً کانال یادتون نره سابسکرایب بکنید. یک بار دیگه مرور بکنیم. پس برگ‌های گیاهتون باید کوچیک باشه یا کوچیک بشه، بتونیم کوچیکش بکنیم، یا برگ‌هاش سوزنی باشه، فاصله بین برگ‌ها کم باشه یا میانگره‌هاشون کم باشه، هرس پذیر باشه، بتونیم هرسش بکنیم، تنه چوبی داشته باشه، ریشه ها و تنش فرم و ضخامت خوبی داشته باشه، و یکی از فرم های طبیعی بونسای بتونیم ازش در بیاریم. این جزء آیتم های اصلی هستش، یک سری جزئیاتی داره، ولی اگر گیاهتون این خصوصیات رو نداره، پس برای بونسای مناسب نیست. و لطفاً با سوال نپرسین، که البته سوالات پاسخگو هستیم، ولی به خاطر اینکه خیلی تکرار میشه، به خاطر اینکه خودتون راحت تر باشین دارم میگم خدمتتون که اگر گیاهتون تنه سبز داره، واسه یه گیاهی بیارم اینجا براتون، مثلا مثل این نوع کراسولا، خب گیاه قشنگیه، میتونیم توی گلدون هم قرارش بدیم و زیباییش هم استفاده بکنیم، ولی بهش نمیتونیم بگیم بونسای. یا خیلی گیاهان دیگه، یا دوستان بعضی وقتا سوال میپرسن که زامیفولیا رو میشه بونسای کرد؟ خب زامیفولیا تنه چوبی نداره، پس میره کنار. پس هر گیاهی که تنه چوبی نداره، برگاش کوچیک نیستن، نمیشه هرسش کرد، و همه این آیتم هایی که گفتیم رو نداره، برای بونسای شدن مناسب نیستش. لطفا این آیتم ها رو مرور کنید، تو ذهنتون بمون، اگه تکرار کردم خواستم تو ذهنتون شکل بگیره. و باید توی گلخونه ها بگردین، این که از کجا پیدا بکنین واقعا جای ثابتی نیستش. خیلی وقتا من خیلی از گلخونه‌های اطراف تهران، شمال، جای دیگر می‌گردم، و از هر گونه شاید یکی دو تا، از هر گلخونه‌ای که میرم شاید یکی دو تا دونه گیاهی پیدا بکنم که این خصوصیات رو داره، مناسب هستش. بعد انقدر بگردید تا اون گیاهی پیدا بکنید که اون خصوصیات رو داره. هر گیاهی، اصلا محدودیت نداریم، هر نوع گیاهی باشه که این خصوصیات رو داشته باشه، میتونید ازش استفاده بکنید. گیاه رو تهیه کنید، ازش بونسای درست کنید، و تصاویر رو برای ما هم ارسال بکنید که هم ما ازش لذت ببریم و هم تصاویر رو منتشر کنیم، بقیه دوستان بتونن ایده بگیرن و ازش استفاده کنن. و تا میتونید ویدیو ببینید، ویدیوهای یوتیوب رو تا میتونید ببینید، مخصوصا ویدیوهای خارجی،
عکس ببینید و بذارید ذهنتون باز بشه رو طرح‌بندی. ممنون از همراهیتون، سابسکرایب و لایکتون نره. خداحافظ.